خیلی خوب. به نظر من موس ها مثل اسلحه هایی برای گیمر ها هستن. هر چقدر که این اسلحه بهتر باشه میتونه تأثیر بیشتری بذاره. به خاطر همینه که باید به شدت در انتخاب این اسلحه دقت کرد. همین امر موجب شده تا شرکت های سازنده نیز رقابت سنگینی در این زمینه داشته باشند تا بتوانند محصولات بهتری را عرضه کنند. این موضوع باعث سردرگمی گیمرها برای خرید موس گیمینگ مناسب شده. سلام بچه‌ها، چطورید؟ من مستر چالی هستم و امروز اومدم تا 5 تا از بهترین موس‌های گیمینگی که میتونید اونا رو با پایین‌ترین قیمت خریداری کنید رو بهتون معرفی کنم. قبل از هر چیزی لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگه نظری داشتید حتما در قسمت کامنت‌ها برای من بنویسید. قبل از اینکه بریم سراغ موس‌های گیمینگ، میخوام چند تا نکته که باید در هنگام خرید موس به اونها دقت داشته باشید رو براتون توضیح بدم. 1. شکل کلی ماوس. شکل کلی ماوس به صورت مستقیم روی سلامت شما تأثیر داره، چرا که در هنگام بازی و کارهای روزمره همیشه در حال استفاده از آن هستید. پس هنگام خرید یک موس به طراحی کلی اون اهمیت زیادی بدید. اندازه موس رو در نظر بگیرید، چون متناسب نبودن شکل و اندازه اون میتونه توی دراز مدت روی مفاصل شما تأثیر بذاره. و این رو هم در نظر بگیرید که آیا شما راست دست هستید یا چپ دست، و به نحوه گرفتن موس نیز کاملا دقت کنید. 2. کیفیت ساخت موس. کیفیت ساخت هر محصول بدون شک مهمترین مسئله برای مصرف کننده های اون محصول به شمار میاد، مخصوصا وقتی که میخواید بهترین محصول رو با پایین‌ترین قیمت خریداری کنید. پس به نکاتی که در مورد کیفیت هر قسمت از اجزای موس بهتون میگم به شدت دقت کنید تا بتونید بهترین خرید رو داشته باشید. 3. DPI. فکر کنم شما هم با شنیدن اصطلاحاتی مثل DPI یا CPI دچار سردرگمی میشید. بذارید خیالتون رو راحت کنم، فرق چندانی نداره چون تأثیر زیادی نمیذاره. DPI یعنی دقت ماوس. به صورت ساده تر که بهتون بگم، هر چقدر DPI بالاتر باشه، با حرکت دادن کمتر ماوس نشانگر آن حرکت بیشتری در صفحه نمایش انجام میده. امیدوارم که متوجه شده باشید. ولی در هر صورت بیشتر موس های گیمینگ دارای کلید تنظیم DPI هستند و میتوان آنها را به صورت دستی تنظیم کرد، پس نمیخواد زیاد نگرانش باشید. 4. سنسور ماوس. ماوس ها دو نوع سنسور دارند، یکی اپتیکال و دیگری سنسور لیزری. سنسور لیزری روی تمام سطوح کار میکنه ولی نسبت به گرد و خاک حساسه، ولی خب مطمئنا قیمت بالاتری هم داره. سنسور اپتیکال که در بیشتر ماوس ها استفاده میشه روی شیشه و فرش کار نمیکنه و باید برای اون موسپد مناسب تهیه کنید که حتما یه ویدیو در موردش میسازم. خیلی خوب، این نکات رو بهتون گفتم تا از میان این 5 تا متناسب با سلیقه خودتون بهترین رو انتخاب کنید. بریم سراغ شماره 5. شماره 5 موس تسکو مدل TM2018N. این موس داره قابلیت کنترل DPI. طول کابل این موس 1.5 متره که کاملا استاندارده و از جنس کتان ساخته شده که مانع پوسیدگی و از بین رفتن آن میشه. از ویژگی های دیگر این موس میتونم اشاره کنم به ابعاد 130، 86 و 39 میلیمتر، وزن 135 گرم، نوع حسگر از نوع اپتیکال، نوع اتصال با سیم، جنس کابل از کتان، نوع رابط پورت USB، محدوده دقت 1600 تا 3200. شماره 4 موس مکس تاچ مدل MX305G. این موس خوش‌دست با توجه به قیمت آن موس بسیار مناسبیه و رضایت عمده خریداران رو به دنبال داشته. کفه استیلی آن به راحتی حرکت کردن آن کمک میکنه. طول کابل این موس 1.40 متر و کلید پاور نداره، ولی قابلیت استفاده با هر دو دست رو داره. از ویژگی های دیگر این موس میتونم اشاره کنم به ابعاد 140x70x50 میلیمتر، وزن 110 گرم، نوع حسگر از نوع اپتیکال، نوع اتصال با سیم، جنس کابل کنفی، نوع رابط پورت USB، محدوده دقت 1200 تا 3200 و تعداد کلیدها 6 تاست. شماره 3 موس گرین مدل GM601.
این موز کیفیت ساخت مناسبی داره و دارای نورپردازی های چند رنگیه. جنس سیم آن از کتانه که بسیار مقاومه. دارای کلید تنظیم DPI و طول کابل آن 1.5 متره. از ویژگی های دیگر این موز میتونم اشاره کنم به ابعاد 127x72x38 میلیمتر، وزن 115 گرم، نوع حسگر از نوع اپتیکال، نوع اتصال با سیم، جنس کابل از کتان، نوع رابط، پورت USB، محدوده دقت 1600 تا 3200. شماره 2، موز هویت مدل HV MS72. این موز دارای قیمت مناسبی می باشد و آنچه برای یک گیمر نیاز است را برآورده می کند. طول کابل این موز 1.5 متر است و از ویژگی های دیگر این محصول میتونم اشاره کنم به وزن 110 گرم، دارای چراغ های LED، نوع اتصال با سیم، محدوده دقت 800 تا 1600، تعداد کلید 4 عدد و در نهایت شماره 1 هویت مدل HV MS 736. این موز دارای کیفیت مناسبی است، دارای کلید تنظیم DPI و طول کابل آن 1.5 متر با جنس مقاوم. از ویژگی های دیگر این محصول میتونم اشاره کنم به وزن 159 گرم، نوع اتصال با سیم، محدوده دقت 800 تا 1600 و نوع حسگر از نوع اپتیکال و در نهایت تعداد کلید آن 4 عدد است. و در نهایت نکاتی رو که اول ویدیو بهتون گفتم رو در نظر بگیرید و متناسب با سلیقه خودتون از بین این 5 تا موز بهترینش رو برای خرید انتخاب کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید و کلی به کارتون بیاد. حتما برای حمایت از من این ویدیو رو لایک کنید، برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای آینده ای من مطلع بشید. و حتما اگه تجربه خرید موس گیمینگ داشتید توی کامنت ها بنویسید تا افراد دیگه هم از تجربه های شما استفاده کنن و به انتخاب دقیق ترشون کمکی شده باشه. در آخر حرفی دیگه باقی نمیمونه، امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشید و تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.